سلام، وقتتون بخیر. محمد کریمی هم اینجا چکاده. میخوایم توی این آموزش روش نیمه حرفه‌ای حل مکعب روبیک رو با هم یاد بگیریم. خب همونطور که اگر همراه کانال آپارات یوتیوب من باشین، من قبلا مکعب روبیک رو به روش مبتدی کاملا آموزش دادم، روبیک رو به روش سرعتی کاملا آموزش دادم، تمام زیرشاخه‌هاش رو مثل تکنیک‌های خاصش رو آموزش دادم و این بار می‌خوام این روش نیمه حرفه‌ای یادتون بدم. خب خیلی میگن آقای کریم ما مبتدی یاد گرفتیم، توی سرعتی مثلا F12 برای ما سخته، نمی‌تونیم F12 یاد بگیریم. می‌خوام بهتون یه روشی رو یاد بدم به نام H-Verse و کلا یک روش نیمه حرفه‌ای برای روبیک 3 درسه. I'm going to go with Sebastian, and I'm actually quite pleased you picked Philip, because Sebastian is actually using one of my cubes. 3, 2, 1, go! Third solve. This one's pretty important. Sebastian turning pretty well. Philip also turning very, very quickly, but it looks like they're both on P a little bit. They're both messed up so bad! ما توی این آموزش از کراس استفاده میکنیم، واسه دولای اول از روش H-Verse استفاده میکنیم، واسه OLL PLL از تولوک OLL و تولوک PLL استفاده میکنیم که جز جدیدترین الگوریتم ها استفاده میکنم توش هست، حتما با ما همراه باشین. این برای کسایی که حتی خودشون بلد هستن و میخوان خب به دوستاشون یا به شاگراشون هم تدریس بکنن روش نیمه حرفه‌ای، خیلی مناسبه. فکر کنم خودت هم با این روش تا بین رنج 20 تا 30 ثانیه هم میشه زد. پس بچه‌ها اینو مثلا تا چه ثانیه میشه زد؟ بین رنج 20 تا 30 ثانیه میشه زد. یادتون نره حتما برید داخل یوتیوب فارسی سرچ کنید محمد کریمی روبیک، اونجا کانالتون رو سابسکرایب کنید، زنگارش رو فعال کنید. تمامی فعالیت‌های من تو یوتیوب هستش، بعضیشون بعد از چند روز فاصله تو آپارات گوش نشه، دیگه اگر می‌خواید همراه من باشین حتما داخل یوتیوب باشین. تو آپارات هم اکثرا میذارم آموزش ها رو. و اینکه صفحه اینستاگرام فالو بکنین اگه سوالشون دایرکت بپرسین از من و اونجا در خدمتتون هستم. بریم که با هم روش سرعتی که نه مبتدی که نه نیمه سرعتی 3 درصد رو یاد بگیریم. با این روش بعد اینکه کامل یادش بگیرین، تقریبا فرمولاش رو تو یک هفته اینا حفظ بکنین، با یک ماه و نیم تمرین میایین بین رنج 20 تا 30 ثانیه. با ما در ادامه همراه باشین. خب اولین مرحله این روش مرحله کراس هستش. کراس یعنی ساخته به اضافه سفید و کناره هاش به صورت درست شده، به اضافه سفید و کناره هاش به صورت درست شده، که همون مرحله اول و دوم روش سرعتی روش مبتدی 3 درصد هستش. برای این کار ما روبیکمون رو میایم به 4 طبقه تقسیم میکنیم، میگیم آقا مرکز سفید رو میگیریم پایین، مرکز زرد بالا. دور مرکز زرد میشه طبقه 4، اینجا میشه طبقه 3، طبقه 2 و طبقه اول. پس شد 4، 3، 2، 1. اول از همه میگیم آیا تو طبقه 4 مهره سفید هست؟ اینجا و اینجا. بله اینجا هستش مهره سفید. برای اینکه مهره طبقه 4 رو حل کنیم کافیه که اینو با رنگ زیرش ست کنیم. آبی رو میبرم روی مرکزش. پس برای اینکه طبقه 4 رو حل کنیم دو تا رنگش رو ست میکنیم، دو تا F میزنیم. 1، 2. این حل شد. دوباره میگم آقا طبقه 4 سفید دارم، اینجا ندارم، اینجا دارم، اینجا نه، اینجا نه، اینجا هم نه. این 4 رو میگیرم جلو. این زیرش رو ست کنم. ست میکنم، چی میزنم؟ دو تا F. این چهارمی ها رو حل کردم. دوباره نگاه میکنم چهارم دارم، 1، 2، 3، 4. اینجا که ندارم، میرم سوم. اینجا سه ندارم. حالا این سه که دارم بالاش نارنجیه، نارنجی رو با این وسطی ست میکنم. پس چی شد؟ برای طبقه سوم بالایی رو با این وسطی ست میکنیم. نارنجیه الان رو سبزه، الان نارنجی. اینا رو با هم ست کردیم. حالا که ست شد فرمول طبقه سوم اینه: U پریم R پریم F R. فرمول طبقه سوم چی شد؟ U پریم R پریم F R. خب دوباره بچه از بالا نگاه کنید. چرا از طبقه 1 نگاه نمی کنیم؟ چون اولویت با طبقات بالا.
طبقه چهار ندارم، سه رو نگاه میکنم ندارم، دو رو نگاه میکنم اینجا ندارم، اینجا ندارم، اینجا ندارم، اینجا دو دارم. بعد طبقه دو رو باید بندازیم بیرون، باید بندازیم بیرون. الان سمت چپه، برای اینکه بندازمش بیرون یه ال پریم یو پریم ال بدم میفته بیرون. اگه سمت راست بود طبقه دو بود، یه دونه آر یو آر پریم بدم میفته بیرون. شد طبقه چندم؟ چهارم. چهارم زیر شما مرکز ست میکردیم، دو تا اف میزدیم به همین راحتی به اضافه سفیدمون با این کناره هاش به همین سادگی درست شد. یه بار حالا مثالم حل کنیم براش. خب مرکز زرد پایین، زرد بالا، سفید پایین، طبقه چهارم دارم، سفیدش نارنجی داره، نارنجی رو با مرکز زیر ست میکنیم، طبقه چهارم دو تا اف میزنم، یک دو، این طبقه چهارم. طبقه چهار دیگه ندارم، سه دارم، سه رو با زیرش ست میکنم، بالا رو با زیرش. حالا یو پریم آر پریم اف آر، اینم از این. طبقه چهارم یه دونه دیگه دارم، ست میکنم، اف تو میزنم. خب حالا یه طبقه دو دارم، طبقه دو رو چجوری میداختیم بیرون؟ آر یو آر پریم، چون سمت راست بود. حالا طبقه چهار رو ست میکنم، دو تا اف میزنم، حل شد. اگر که طبقه اول داشتین همه رو حل کردین، اول داشتین، اول رو یه دونه اف تو اف دو یا دو تا اف میزنیم میشه طبقه سوم. فرمول طبقه سوم چی بود؟ ست میکنیم با زیرش یو پریم آر پریم اف آر، به همین راحتی حل میشه. یه بار دیگه طبقه چهار ندارم، طبقه سه ندارم، طبقه دو دارم، دو رو سمت چپ میندازم بیرون، ال پریم یو پریم ال. حالا با رنگ زیرش ست میکنم، دو تا اف میزنم. دوباره طبقه دو دارم، سمت چپ بندازش میشه جوریه ال پریم یو پریم ال، با رنگ زیرش ست میکنم، دو تا اف میزنم. یه دونه طبقه اول دارم، در قبل دو تا اف میزنیم میشه طبقه سوم، سوم نارنجی با این ست میکنیم یو پریم آر پریم اف آر. طبقه دو دارم سمت چپ ال پریم یو پریم ال، حالا اینو باید با زیرش ست کنم، دو تا اف به اضافه سفید و کناره هاش درست شد. و این هم آموزش ساخت کراس مرحله اول. خوب تمرین کنین، یاد گرفتین به این سراغ مرحله دوم. تو مرحله بعدی میخوایم لبه ها رو درست کنیم. لبه یعنی اینا، آقا گوشه های سفید چی؟ گوشه های سفید و فلان کاری نداریم، لبه ها رو میخوایم. خب یه لبه نارنجی است، یه لبه انتخاب میکنم که زرد نداشته باشه، زرد نداشته باشه. نارنجی و سبز انتخاب میکنم، رنگ بالاشو با مرکز باید ست کنم، بالاش سبز، سبز رو میارم روی سبز، دیدین؟ پس رنگ بالا رو با مرکز ست میکنم. حالا که ست شد، رنگ پایینش نارنجیه، هم رنگ مرکز راسته یا هم رنگ مرکز چپه؟ هم رنگ مرکز راسته. چون هم رنگ مرکز سمت راسته، یعنی میخواد بره سمت راست، چون هم رنگ سمت راسته، فرمول سمت راست میشه R U پریم R پریم. این تیکه حل شد. بعدی که زرد نداره، این که زرد داره، این زرد نداره، بالاش سبزه، باید بیام رو سبز، ست شد. پایینش قرمز، هم رنگ راسته یا چپ؟ هم رنگ چپه. فرمول راستو گفتیم R U پریم R پریم دیگه، فرمول چپ میشه L پریم U L. اینم درست شد، این زرده، این زرده، این زرد نیست، آبی رو آبی ست دیگه، خیلی هم عالی. خب قرمزش هم رنگ سمت راسته، فرمول سمت راستو میزنم، اینم درست شد، این زرده، همه زرده، پس باید ردیف وسط درست شده باشه. چون این درست نشده، یعنی این اشتباه افتاده اینجا دیگه، درسته؟ باید بندازمش بیرون. چجوری میندازم؟ میگیرم این سمت راستم، فرمول سمت راستو میزنم، آر یو پریم آر پریمو میزنم، این میفته بیرون. حالا پیداش میکنم، آبی رو با آبی ست باید بکنم. حالا که ست شدش، نارنجی پایینش، نارنجی هم رنگ کدوم بره؟ چپ. ال پریم یو ال، همه بالا زرد شد، ردیف وسط کاملا درست شد. یعنی در واقع تو این مرحله ما خواستیم این ردیف رو درست کنیم. این میشه ساختن مرحله دوم بخش اولش. حالا یه مثال حل بکنیم براش. خرابش میکنم، کراسو که بهتون یاد دادم، کراس هیچی، دنبال مهره میگردم که زرد نداشته باشه، اینو انتخاب میکنم، رنگ بالاش سبز، پس میرم رو مرکز سبز، پایینش قرمز، هم رنگ سمت چپ، پس چپ بود، ال پریم یو ال. این که زرد داره، این زرد داره، این زرد نداره، بالاش قرمز، میرم رو مرکز قرمز، قرمز هم رنگ آبی پایینشه، هم رنگ چپ، پس ال پریم یو ال. اینم حل شد، نارنجی و آبی
بالا نارنجی، میریم مرکز نارنجی، پایین آبی، هم رنگ سمت راسته. چون هم رنگ سمت راست آر یو پریم آر پریم میزنیم، ردیف وسط درست شد. و حالا در بخش بعدی میخوایم گوشه هاش رو درست بکنیم، گوشه های 3 در 3. حالا گوشه ها به چند دسته تقسیم میشه؟ یا سفیدش بالاه، یا روبروه، یا سمت راسته. ما فعلا سفید بالا رو کار داریم. اگر که سفید بالا بود بچه ها، اولویت اول ما سفید بالا هان. اگر سفید بالا بود میگیم دوتا رنگ پایینش قرمز و سبزه، پس میبرمش بین مرکز قرمز و سبز. قرمز و سبز میریم مرکز قرمز و سبز. سفیدش باید سمت راست باشه، یعنی این ور نباشه که سمت چپه، باید سمت راست باشه. فرمولی که میزنیم سه تا آر یو آر پریم یو پریمه. آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم. این حل شد. سفید بعدی باز بالاه، آبی و قرمز میان بین مرکز آبی و قرمز. درست گرفتم؟ نه، باید سمت راستم باشه. حالا که سمت راستمه فرمولش چی میشه؟ آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم. این فرمول سفید بالا بودش. حالا دوباره سفید بالا دارم اتفاقا، اینم همون جوری میرم بین مرکز آبی و نارنجی، میگیرم سمت راستم. فرمول سفید بالا گفتیم سه تا آر یو آر پریم یو پریم رو صفحه هم هستش، به همین سرعت حل میشه. لحظه من یه حالت دیگه پیش بیارم. خب سفید بعدی سفید روبروه. سفید روبرو وقتی پیش میاد سبز و رنگ سفیدش میگن روبرو، سبزش رو با این ست میکنم، سبز رو ست کردم واسه سفید روبرو. فرمول سفید روبرو بچه ها اینه که رو صفحه هست: یو پریم آر، یو پریم آر پریم، یو تو آر، یو پریم آر پریم. این هم فرمول سفید روبرو هستش. میریم برای سفید سمت راست، سفیدی که اینوره. اگر سفید سمت چپ بود بچه ها، اگر سفید سمت چپ بود رنگ بالاشو با این مرکز ست میکنم. رنگ بالاشو با این مرکز ست کردم. حالا که ست شد اینو میگیرم بغل، میگیرم کنارم، یعنی سمت چپ نگهش نمیدارم، میگیرم سفید و این بغل. پس سفید بالا رو گفتیم سفید روبرو بود، میشه سفید بغل. رنگ بالاشو که ست کردیم میگیریمش بغل. فرمولش میشه یو آر یو آر پریم یو تو آر یو آر پریم و دولایه ما حل میشه. این سه تا حالت اصلیش بود. حالا بریم یه مثال از این مرحله حل کنیم بچه‌ها. خب این لبه ها رو که درست میکنم، کاری باش نداریم، یاد دادم اینا رو. خب گفتیم اول سفید بالا، چون سفید بالا نداریم میدونم سفید رو به رو انتخاب میکنم، رنگ بالاش آبی سبز، با این سبز مرکز ست میکنم. حالا که ست شد سفید سمت راسته، فرمولش رو گفته بودم: یو پریم آر، یو پریم آر پریم، یو تو آر، یو پریم آر پریم. سفید بالا و سفید کنار دارم، سفید بالا اولویت داره بچه ها. میریم بین رنگش، میگیرم یک سمت راست، سه تا فرمول آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو پریم. بعدی سفید آبی نارنجی، سمت چپ ست میکنم با مرکز. حالا که ست شد میگیرمش کنارم، اومدش کنار، فرمولی که میگیم رو میزنیم واسه سفید کنار: یو آر یو آر پریم یو تو آر یو آر پریم. خب حالا بچه ها ممکنه یه موقع هایی سفیدتون تو خونه خودش پایین گیر کنه. اگر تو خونه خودش پایین سمت راست گیر کرده، یعنی چی؟ آبی و قرمز بالاش، پایینش هم سفید آبی قرمزه. اگر تو خونه خودش گیر کرده بود و سفیدش سمت کنارمون بود، برای اینکه حلش کنیم آر یو پریم آر پریم یو، آر یو تو آر پریم یو، آر یو پریم آر پریم رو میزنیم. حالا اگر که سفیدش تو خونه خودش بود، الان ببینید سفید بچه سفید آبی قرمز تو خونه خودشه، دو بچه هم بالاش، ولی سفید روبرو این سری، اگر که سفید روبرو بود فرمولش میشه آر یو پریم آر پریم یو پریم، آر یو آر پریم یو تو آر یو پریم آر پریم. اینم حل شد. خب حالا یه سوالی که همیشه میپرسین، میگین آقا اگر که سفید توی خونه دیگه گیر کرده بود چی؟
بچه اگه توی خونه دیگه یه گیر کرده بود میگیریم این سمت راستمون فرمول سفید بالا رو براش میزنیم سه تا آر یو آر پریم و پریم. الان این آبی نارنجیه ولی اینجا سفید آبی قرمز توش گیر کرده، میگیرم سمت راستم اینو سه تا فرمول آر یو آر پریم و پریم 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 میزنم میفته بیرون. این هم واسه وقتی که سفید تو خونه یکی دیگه گیر کنه و این هم مرحله دوم به روش اچ فرس. میریم برای ادامه تا اینجا رو خوب تمرین کنیم، 5 تا فرمولش هم باید حفظ کنید. تو مرحله بعدی میخوایم به روش سرعتی به اضافه زرد رو بسازیم. مثلا الان حالت خط کجه، یه فرمول میزنیم به اضافه همون ساخته میشه. 3 تا کلا فرمول داره، یادداشت کنین. اگر که حالت نقطه داشته باشیم فرمولش میشه R U 2 R 2 F R F بریم U2 R پریم F R F بریم. این برای حالتیه که نقطه داریم. اگر خط کج داشته باشیم خط کج رو اینوری میگیریم فرمول F U R U پریم R پریم F پریم رو میزنیم. و اگر که خط صاف داشته باشیم فرمولش میشه F R U R پریم U پریم F پریم. پس این شد 3 تا حالتی که ممکنه تو مرحله بعدی پیش بیاد که ما 3 تاش رو بررسی کردیم و به صورت کامل یاد گرفتیمش. خارج این 3 تا حالت هم پیش نمیاد. میریم بخش بعدی، میخوایم با هم دیگه مرحله ماهی ها رو یاد بگیریم. خب تو مرحله بعدی میخوایم با تک فرمول ها یاد بگیریم به اضافه زردمون رو تبدیل به کل زرد بکنیم، دیگه هی چند تا ماهی نزنیم. 7 حالت داره، 7 رو بررسی میکنیم. اگر که ماهی داشتیم، اگر ماهی داشتین، ماهی 2 تا حالت داره، یه ماهی که جلوش زرد داره، یه ماهی که جلوش زرد نداره. اگر ماهی جلوش زرد داشت فرمولش میشه R U R پریم U R U 2 R پریم. اگر جلوش زرد نداشت فرمولش میشه U R پریم U پریم R U پریم R پریم U 2 R. این از این. میریم برای حالت بعدی، حالت به اضافه. اگر که فقط بالاتون به اضافه داشت، به اضافه یک اشتراک دارن، اون که یک جفرنگ زرد دارن، جفرنگ زرد رو بگیرید جلوی خودتون. این حالت بعدیه، جفرنگ زرد رو بگیرید جلوی خودتون. یه حالت داریم دو تا جفرنگ جلوی دو تا جفرنگ پشته، یه حالت داریم دو تا جفرنگ جلوی پشت جفرنگ نداره. اگر که دو تا جفرنگ جلو دو تا در جفرنگ پشت بود فرمولش میشه R U2 R پریم U پریم R U R پریم U پریم R U پریم R پریم. اگر دو پشتش جفرنگ نداشت فقط جلو جفرنگ داشت، بچه جهتش مهمه، مثلا این حالت رو نباید از این بر بگیرین که یه دونه چپ چپش فقط جفرنگش باید جلو باشه. این چیزی که من تو ویدیو میگم لستم، وقتی جلو جفرنگ داره پشت جفرنگ نداره فرمولش اینیه که الان میگم. خوب دقت کنیم بچه، وقتی دوتا جفرنگش رو باید جلومون بگیریم. R پریم U 2 R U R پریم U R 2 U R پریم U R U 2 R پریم. و اینم حل میشه. میریم حالت بعدی، حالت تانک. میشوی تانک دیگه. اگه تانک داشتیم، تانک هم دو تا حالت داره، یکی دو تا زرد جلو داره، یکی زرد جلو نداره. اگه زرد جلو داشت فرمولش تانک زرد داره میشه R U R پریم U R U 2 R 2 U پریم R U پریم R پریم U 2 R. پس دو تا هم تانک داریم که این میشه یه حالتش. درست شد. تانک بعدیمون جلوش زرد نداره، میشه R پریم U 2 R U R پریم U R 2 U 2 R پریم U پریم R U پریم R پریم. این هم از این. و میریم تک حالت، حالت قدس یا 8. این حالت 8 انگلیسی رو داریم. تو بخش بعدی از سمتی میگیریم که این دوتا طرف زرد نداشته باشه. وقتی زرد نداشت فرمولش رو میزنیم، میگیم که R U 2 R پریم U پریم R U R پریم U پریم R U R پریم U پریم R U پریم R پریم. و این 7 حالت هم
برای به اضافه زرد بود. مثلا الان نگاه کنین من به اضافه زرد رو درست میکنم، میگم خب کدوم حالت؟ حالت 8. فرمولش رو مستقیم میزنم در جا حل میشه. یا مثلا به اضافه رو درست میکنم، میگم تانک زرد داره، تانک زرد دار رو میزنم و کامل حل میشه. از این 8 حالت رو هم باید خوب خوب یاد بگیرید. تو بخش بعدی فرمول جوفرنگ یا همون دو قلو رو داریم که تو روش نیمه حرفه‌ای همون جوفرنگ رو میگیریم جلومون، ست میکنیم با رنگ زیرش. فرمولش میشه R'U L'U2 RU' R'U2 RL U'. خیلی هم فرمول خوش دستیه، به همین راحتی تموم میشه. اینم از این مرحله که مرحله ساختن جوفرنگا یا همون گوشه ها بودش. میریم مرحله بعدی، مرحله پایانی رو با هم خواهیم داشت. تو مرحله آخر 4 حالت ممکنه برای شما ایجاد شه. 2 حالتش صفحه کامل داریم. وقتی صفحه کامل داریم به این رنگ سمت راستش نگاه میکنیم. اگر سمت راستمون هم رنگ سمت چپمون بود میشه یه حالت، یعنی قرمز میخواست بره سمت چپ. اگر نگاه میکنیم به اینجا سمت راستمون هم رنگ چپ نبود ولی این بار سمت چپمون هم رنگ سمت راستمون میشه یه حالت دیگه. پس یه حالت داریم وسطی راست هم رنگ دو تا چپی هاست، یه حالت داریم وسطی چپ هم رنگ دو تا راستی هاست. حالا شروع میکنیم. اگر که وسطی راست هم رنگ دو تا چپی ها بود، فرمولش میشه R پریم U R پریم U پریم R پریم U پریم R پریم U R U R 2. اما اگر وسطی چپ هم رنگ دو تا وسط دو تا راستی ها بود میشه R 2 U پریم R پریم U پریم R U R U R U پریم R. همین سادگی. این هم حل میشه. حالا 2 حالت دیگه هم داریم تو مرحله آخر. این 2 حالت حالته که فقط جوفرنگ داره. فقط چی داره؟ جوفرنگ. وقتی فقط جوفرنگ داریم 2 حالت پیش میاد برای ما. 1 حالت اول همه جوفرنگن، هر وسطی رو نگاه کنیم هم رنگ پشت، سبز هم رنگ پشت، قرمز هم رنگ پشت، آبی هم رنگ پشت، نارنجی هم رنگ پشت. فرمول این چی میشه؟ میشه M2 U پیریم M2 U پیریم 2 M2 U پیریم M2. به همین سادگی. حالتی بود که هر وسطی هم رنگ پشتی بود. حالا یه حالت داریم همه دو قلوها درسته، جفرنگ ها درسته، یا وسطی هم رنگ چپه یا وسطی هم رنگ راست، هم رنگ پشت نیست. وقتی به این حالت میرسین جوری بگیرین که وسطیتون همرنگ چپ باشه. الان قرمز همرنگ چپه، قرمز همرنگ چپ. فرمولش میشه حتما با قرمز همرنگ چپ باشه، اگه همرنگ راست باشه حل نمیشه. فرمولش میشه وقتی همرنگ چپه M2 U پیریم M2 U پیریم M پیریم U2 پیریم M2 U2 پیریم M پیریم U2. پس یه حالت داشتیم وسطی ها همرنگ پشت بود، یه حالت داریم وسطی همرنگ چپه که بسیار هم اینا خوش دستن. و اینم روش نیمه حرفه‌ای. خب بریم یه مثال هم از حل کاملش با هم دیگه داشته باشیم. عذر میخوام. خب از کراس شروع میکنیم. طبقه چهارم سفید داریم، با زیرش ست میکنم دوتا F میزنم. طبقه چهارم سفید دارم، با زیرش ست میکنم دوتا F میزنم. طبقه دوم دارم سمت راست با آر یو آر پریم میفرستمش بیرون. حالا که اومد بیرون چهارمه، با زیرش ست میکنم دوتا اف میزنم.
دوباره دوم دارم ال پریم یو پریم ال میزنم میفته بیرون با زیرو ست میکنم تا اف میزنم کراس هم ساخته شد. مرحله بعدی گوشه ها لبه ها رنگ بالا رو با این زیری ست میکنم میخواد بره سمت چپ ال پریم یو ال رنگ بالاش آبیه با زیرش ست میکنم نباید زرد داشته باشه پایینش هم رنگ راست آر یو پریم آر پریم همه بالا زرد اینا گیر کرده میگیرم این سمت راست فرمول همون سمت راست رو میزنم آر یو پریم آر پریم افتاد بیرون رنگ بالا رو ست میکنم پایین هم رنگ چپ ال پریم یو ال دوباره اینجا گیر کرده آر یو پریم آر پریم خب میرم برای گوشه ها گفتین گوشه های بالا اولویت داره سفید سبز قرمز میرم روی سبز و قرمز حالا که من روی سبز و قرمز سمت راستم میرم فرمول سفید بالا سه تا آر یو آر پریم یو پریم بود سفید بعدی سفید رو به رو بالاشو با مرکز ست میکنم ست که شد فرمول سفید رو به رو میزنم قبلا اینا نوشتیم رو صفحه دیگه دوباره بالا رو با رو به رو ست میکنم میزنم خب حالت بعدی اومد رفتیم مرحله بعدی بعد به اضافه زرد بسازیم حالت خط صاف اومد F R U R میکنیم F بیریم بعدی حالت به اضافه اومد به اضافه گفتیم دو تا زرد جلو میگیریم پشتش زرد نداره پس حالت دومه به اضافه است میریم سراغ جفرنگ جفرنگ نداریم یه بار میزنم جفرنگو جفرنگم درست شد ست میکنم دوباره فرمول جفرنگو میزنم میرسیم به حالت که هیچ جفرنگی نداریم وسطی هم رنگ چپه تازه هم یادش گرفتیم و به همین راحتی حل میشه امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و دوست داشته باشین این آموزش رو روش نیمه سرعتی مکعب روبیک که با این روش با تمرین زیاد میتونین بین 20 تا 30 ثانیه بزنین در چه حالتی؟ در حالتی که همه فرمولا رو حفظ و مسلط باشین طی 1 الی 2 ماه تمرین روزی 1 ساعت دقت کنین طی 1 الی 2 ماه روزی 1 ساعت تمرین کنین طی 2 ماه به زیر 30 ثانیه میرسین این رو دوستانتون به اشتراک بذارین اگه خواستین آموزش سرعتی رو ببینین حتما به کانال یوتیوب مراجعه کنین لینک آموزش سرعتی هم توی کپشن همین پست هست هم مبتدی هم سرعتی اونا رو هم ببینین یاد بگیرین تمرین یادتون نره موفق و پرانرژی باشید